یک مرض کرونا مثبت. بعد از شیوع گسترده کرونا در ایران، بخشی از خدمات عادی در مراکز درمانی تحت تاثیر قرار گرفت. خدمات حیاتی مثل پیوند یا درمان بیماری‌های خاص مثل سرطان یا بیماری‌های کلیوی. نگرانی از ابتلا به کرونا باعث شد برخی از بیماران از مراجعه به بیمارستان‌ها خودداری کنند. با این حال، از همان ابتدا تلاش شد که محل‌های جداگانه‌ای برای بیماران خاص در نظر گرفته شود و آنها از سایر بیماران جدا شوند. بیمارستان امام خمینی تهران از روزهای اول شیوع بیماری به عنوان مرکز درمان بیماران کرونایی انتخاب شد. همین موضوع هم سبب شد بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص درمان خود را متوقف کنند. این موضوع منجر به ریزش مراجعه بیمار در بخش‌های مثل پرتو درمانی شد که کم کم به روند عادی خود بازگشت. شما پرونده داری اینجا؟ پرونده دارم پیش دکتر. پرونده شیمی درمانی؟ نه هنوز پرونده هارمون تموم نشد. بخش‌های مختلف انستیتو کانسر در بیمارستان امام خمینی از اسفند سال گذشته تا کنون بدون توقف به فعالیت خود ادامه دادند. اگر بیماری در دوره درمان خود به کرونا مبتلا شود، درمان قطع و پس از پایان ابتلا به کرونا آغاز می‌شود. بخش همیشه به اصطلاح زتفونی میشه و هیچ مشکلی نداره. من حتی یه جلسه هم به تأخیر ننداختم و واقعا به بیمارایی که این مشکل رو دارن توصیه میکنم که به خاطر کرونا هیچ وقت این کار رو نکنن که بعدم خب متاس بده به جاهای دیگه شون. این خیلی مهمه. من تمام به اصطلاح پروتکل هایی که وزارت بهداشت گفته همه رو رعایت میکنم. معاون درمان بیمارستان امام خمینی میگوید که تاثیر کرونا بر بخش‌های مختلف این بیمارستان تا حد زیادی کاهش یافته است. ما سه طغیان رو در کشورمون پشت سر گذاشتیم. در اوایل اپیدمی در اسفند و فروردین هم تعطیلات وجود داشت و هم ترس و وحشتی که ناشی از یک اپیدمی و طغیان جدید هست که یکی از مؤلفه ها و مشخصه های هر طغیان هست، خب سبب شد که بسیاری از افرادی که مشکلات بیماری های غیر کووید رو داشتن مراجعه نکنند و خب سیل مراجعان مبتلا به کووید لحظه به لحظه زیاد می شود. بعد از پایان طغیان اول خب یک مقدار این مسئله تثبیت شد، کم کم بیماران شروع کردن مراجعه کردن و ما شاهد افزایش بودیم که با بروز طغیان دوم مجدداً ما کاهش موارد مراجعه غیر کووید رو داشتیم. اما این بار بیمارانی که مبتلا به کووید بودن مراجعه می‌کردن بیشتر مواردی بودن که نیاز به بستری داشتن و بدحال‌تر بودن و در رابطه با پیک سوم هم همینطور.
در برهه‌ای در اوج طغیان تا نزدیک به 30% ظرفیت تخت‌های مجتمع هم اختصاص داده شد به بیماری کووید، ولی سعی شد جوری طراحی بشه این چینش که خدمات اساسی ما تا حد امکان کمتر تحت تاثیر قرار بگیره، اگرچه خب تحت تاثیر قطعا قرار گرفت و اجتناب ناپذیر بود. در واقع مسیر خدمت رسانی به بیماری غیر کووید، از بیماری غیر کووید در بیمارستان ما و بسیار از بیمارستان دیگه کاملا ایزوله و جدا شده از هم هست و ما زیر ساخت و امکانات ارائه خدمت به بیماران غیر کووید رو داشتیم، چون نمیتونستیم متوقف بکنیم. مسائلی مثل پیوند، بیمارانی که اورژانس مراجعه میکردن، مادران، خدمات نوزادان، تصادفات، تروما و غیره، اینا خدمات پایه‌ای بودن که بالاخره نیاز به ارائه خدمت داشتن. ولی همونطوری که عرض کردم، ترس ناشی از بیماری کووید متاسفانه منجر شد به اینکه خیلی از بیماران کمی با تأخیر مراجعه بکنن و این تأخیر حتی گاهن منجر به اینکه آسیب به سلامتی عزیزان هم برسونه شد. ببینید، در واقع ما ظرفیت و امکاناتمون برای ارائه خدمات ضروری تحت تاثیر قرار نگرفت. ما پیوندها رو انجام دادیم اگه ضروری بود. با توجه به تداوم این مسئله، کم کم عرض کردم تجارب، شواهد دنیا و دستورالعمل‌ها کم کم به این سمت و سو رفت که ما در نهایت بتونیم خدمات غیر کووید رو هم به موازات خدمات مرتبط با کووید با رعایت اصول و ضوابطی که لازم هست ادامه. در نهایت خب مثل همه بیماران، بیماری های دیگه بیمارانی بودن که مراجعه نکنن، ولی ما خدمت رو متوقف نکردیم و تلاش کردیم اتفاقا که در جایی که ارائه خدمت ضروری هست، چون این پایداری خدمت یا مینتیننس باید ادامه داشته باشه، نمیتونید شما متوقفش بکنید، ولی در جایی که برایند خدمت به این سمت بود که انجام نشه، شما مثلا عرض کردم نمونهش زیباییه، حالا میتونین چند ماه عقب بیفته، مشکل خاصی نیست، اما عدم انجام خدمات ضروری قطعاً با مشکلات جدی میتونه مواجه بشه. خب بعضی از سرطان‌ها هستن که شما درمان دارویش یا جراحیش اگر برای چند روز هم حتی عقب بیفته ممکنه که مشکل ساز بشه، درنچه باید در اسرع وقت این خدمات برای بیمار انجام بشه. ما بستر رو برای اون این گروه از خدمات فراهم کردیم. الان خدمات بیماران مبتلا به مشکلات غیر کووید در مجتمع در کنار خدمت رسانی به بیماران کووید ادامه داره. فقط همیشه باید حواسمون باشه که ایزولاسیون و جداسازی مسیر صورت بگیره، بیمارانی که مبتلا به کووید می هستن و مراجعه می کنن شناسایی بشن و در نهایت در خود سیستم هم کاملا باید مراقب باشیم در رابطه با اینکه طغیانی ناشی از بیماری اتفاق نیفته و همچنان بتونیم این مسیر خدمت رسانی رو ادامه بدیم. Gracias.